شما فقط به صورت عموم نگاه بکنید یوسف علیه السلام از آغوش گرم خانواده جدا میشه و توسط برادرانش لطکوب میشه در داخل چا انداخته میشه به, به اصطلاح توسط یک غافله از چا کشیده میشه در بازار خرید و فروش میشه یعنی بالاخره سختی پشت سختی مشکلات پشت مشکلات فراز و نشیبهای متعددی سپری میکنه تا این که از چاه بدر میشه و سر از کاخ بدر میکنه در مسیر رسیدن به موفقیت دهان ها نفر در مورد قضاوت بیجا میکنه برای تهمت بیجا میزند تخریب شخصیتی میکنه انگیزه را ازید میگیره برای توهین و تحقیر میکنه رشخندید میکنه تمام تلاشش میکنه برای ناکامی اما تو باید چنان با حوصله باشی چنان صابر باشی اگر مصیبتی پیش می اگر رنج و درد و غم پیش می اگر سختی پیش می تمام اینها رو باید تحمل بکن تا که در نتیجه برسی به موفقیت تو جوان عزیز و تو خواهر و برادر عزیزی که میخوای میگی من موفق بشم اما بنابر کوچکترین یک حادثه اتفاقی در زندگی پیش میاد دست به خودکشی میزنی دنبالی هستی که والله چطور میتوانم خودم از بین ببرم چطور میتونی موفق بشم؟ خودت فکر کن که تو چیزی که میخوای به او برسی همین ظرفیت در تو وجود داره همین استعداد و توانایی در تو وجود داره همین علم و دانش این را داری یا نداری خود انسان که برای خودش میفهمد که می من میتوانم این کار را بکنم یا نمیتوانم برادران بخاران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات بازم خوش آمدید در سلسله درس های سوره یوسف علیه السلام و سلام یوسف علیه السلام بهترین الگوی موفقیت هست یعنی الگوی مبارزه تا موفقیت اگر واقعا میخواهی که در تمام ابعاد زندگیت موفق بشوید پس زندگی یوسف علیه السلام و را یک بار درست و دقیق بخوان به خاطر اینکه ابعاد مختلفی دارد یعنی در هر عرصی در زندگی دنیا تو بخوای بهترین یک الگو و نمونه را داشته باشه در سوره یوسف علیه السلام میتوانی او را پیدا بکنی بنان او کسایی که میخوان موفق بشون یوسف علیه و السلام بهترین الگوی مبارزه تا موفقیت است ولی اینکه چی عامل یوسف علیه و السلام را به موفقیت رسانده چی کارهایی انجام داده تا که به موفقیت رسیده این خودش در سوره یوسف علیه السلام ذکر است شما فقط به صورت عموم نگاه بکنید یوسف علیه السلام از آغوش گرم خانواده جدا میشه به توسط برادرانش لتوکوب میشه در داخل چا انداخته میشه به استرا توسط یه قافله از چا کشیده میشه در بازار خرید و فروش میشه یعنی بالاخره سختی پشت سختی مشکلات پشت مشکلات فراز و های متعددی میکنه تا اینکه از چاه بدر میشه و سر از کاخ بدر میکند یعنی این همه مبارزه تا این که به اوج موفقیت میرسد چند چیز بود که در خود سوره یوسف ذکر است یک تقوا و پرهیزگاری یوسف علیه السلام الله تبارک و تعالی در سوره یوسف میفرماید در وصف یوسف انه یتقی به درستی که کسی که تقوا داشته باشد منظور از تقوا یعنی کسی که احکام الله تبارک به تعالی را رعایت بکنه عبادات الله را درست انجام بده از حلال الله استفاده بکنه از حرام الله دوری بکنه به اندازی توانش به اندازی استعداد و توانایی هایی که داره کوشش بکنه برای خدمت به خلق خدا و نفع رساندن به دین خدا به خلق خدا از اون استفاده بکنه همین خودش تقوا است تقوا به این معنا نیست که تو در یک گوشه تنها بنشینی و خلاص دست از همه چیز برداری که والله من تقوا دارم این برداشت غلط مردم است اولين عامل موفقيه يوسف شي است تقوى است دومش صبر است انه من يتقي و الله اكبر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين كسيك از الله بترسد وصحاب را پيشه کند الله اجري محسنين رضايت نميكند يعني براي موفقيت هم خداترسی ترسی و پرهیزگاری لازم است و هم صبر و تحمل لازم است تو اگر صبر نداشته باشی حوصله نداشته باشی تحمل نداشته باشی نمیتوانی موفق بشی در مسیر راه رسیدن به موفقیت هزارها خار وجود داره هزارها دشمن وجود داره هزارها موانع وجود داره تو باید همه اینها را رد بکن در مسیر رسیدن به موفقیت ده ها نفر در مورد قضاوت بیجا میکنه برای تهمت ویجا میزند تخریب شخصیتی میکنه انگیزه را ازید میگیره برای توهین و تحقیر میکنه رشخندید میکنه تمام تلاشش میکنه برای ناکامید اما تو باید چنان با حوصله باشی چنان صابر باشی اگر مصیبت پیش میایه اگر رنج و درد و غمی پیش میایه اگر سختی پیش میایه تمام اینها رو باید تحمل بکن تا که در نتیجه برسی به موفقیت چه تصور میکنید اگر یوسف فراغ پدر را تحمل نمیکرد اگر یوسف ضرب و شتم ملت و توهین برادرانش را تحمل نمیکرد اگر یوسف داخل چاه تحمل نمیکرد اونم میتونست دست به خودکشی بزنه خودش از بین ببره ولیکن نه همه اینها را تحمل میکنه تا در نتیجه به موفقیت برسه تو جوان عزیز و تو خواهر و برادر عزیزی که میخوای میگی من موفق بشم اما بنابر کوچکترین یک حادثه اتفاقی در زندگی پیش میاد دست به خودکشی میزنی دنبالی هستی که والله چطور میتوانم خودم از بین ببرم چطور میتونی موفق بشی دومین عامل موفقیت یوسف اول تقوا دوم صبر سومیشه که خود قرآن برای ما میگه اخلاص انه من عبادنا المخلصين یوسف از جمله بندگان مخلص ما است در هر کاری در هر بخشی که میخوای موفق بشی در نمور رشته و کارت باید اخلاص داشته باشی اگر اخلاص نبود خالص نبود نیت درست نبود نمیتوانی موفق بشوی مطمئن باش و اونها الله تبارک و تعالی در سوره یوسف یوسف از مخلصین بیان میکنه و چهارمین راهکار یا عاملی که برای موفقیت است در این سوره که برای موفقیت یوسف علیه السلام چی است؟ زرفیت و است؟ چیست ظرفیت به شایستگی علمی و دانش است یوسف علیه السلام هم ظرفیتش داره هم دانشش داره هم لیاقتش داره به همون است که خودش بعد از اینکه به کاخ عزیز مصر میرسد پا در عرصه میدان میگذارد و از او استعدادی که داره توانایی که داره او را به خرج میده او را ظاهر میسازد حتی پیشنهاد میدهد اجعلنی علی خزائن الارض این حفیظ و علیم در بخش زراعت مرا بگمارید یعنی من حیث وزیر زراعت که من در این رشته هم علمش دارم تخصصش دارم و هم حفیظم امانتکارم پس برای رسیدن به موفقیت در هر کاری علم و دانش و ظرفیتش هم به کار است خودت فکر کن که تو چیزی که میخواهی به او برسی همین ظرفیت در تو وجود داره همین استعداد و توانایی در تو وجود داره همین علم و دانش ای را داری یا نداری خود انسان که برای خودش میفهمد که من میتوانم این کار را بکنم یا نمیتوانم از همه کس کرده خودت خودت بهتر میشناسی توانایی هایت ظرفیت تا لیاقت شایستگی ها و خوبی هایت جهت های منفی و مثبتیت خودت بهتر میفهمی نسبت به دیگران بنا چهارمین عامل برای موفقیت یوسف علیه السلام چیست هم علمش است و هم امانت داریش است و پنجمش صداقتش است به مو خاطر زمانی که در محضر پادشاه مصر یا عزیزی مصر قرار میگیرد او به خطاب به یوسف چی میگوید یوسف و ایها الصدیق افتینا فی سبع بقرات یوسف ای کسی که من پادشاه بر صداقت و راستید شادت می دهم قسم به پروردگار اگر این پنج چیز در زندگی ما باشه در هر بخش و رشته ای که میخوایم ما به موفقیت میرسیم بهترین الگو به نمونه برای موفق شدن برای پیروز شدن یوسف علیه السلام و شما ببینید اولش تقوا و پرهیزگاری برای موفقیت لازمه خدا ترسی لازم رابطی بین تو با خدا باید وجود داشته باشه دومش تحمل و صبر هر چه سختی ها و مشکلاتی که میای در مسیر باید تحملش بکنی تا ای که برسی به موفقیت سومش اخلاص و نیت درست داشتن در مسیر و در کاری که میخوای انجامش بدی و چهارمش ظرفیتش داشتن یعنی علم و دانشش داشتن تو واقعا متوانه یه کار داشته باش من یک مثال رو بریتان بدم یک کسی میخوام میگم من میخوام یک دریور خوب بشم خب برای دریوری اول چی لازم است؟ گوش شنوا لازم است که باید بشنوی چشم بینا لازم است که باید ببینی دست و پای سالم لازم است که باید بتوانی موتر به حرکت در بیا خب اگر از چشمایت نابینا باشه دست و پایت فلج باشه گوشهایت کر باشه خب تو ظرفیت ای رو نداری که تو دریوری بکن تو باید یک کاری طبق توانایی و ظرفیت خودت انتخاب بکنی بنابراین چهارمین عامل برای موفقیت در سوره یوسف علیه السلام خود ظرفیت درونی انسان گفته شده لیاقت و شایستگی انسان گفته شده و پنجمش صداقت که در همه موارد رسول ما صلی الله علیه و سلم می از صدق و یونجی صداقت انسان نجات میده و الکذب و یهلک کذب دروغ انسان هلاک میکنه درست از شاید صداقت سختی داشته باشه شاید راست گفتن سختی ها و مشکلات داشته باشه اما مطمئن باشید که روزی پیروز می شوید و این صداقت به پیروزی می رسد بنان عزیزان من اگر می که موفق بشوید بهترین الگوی موفقیت یوسف علیه و السلام هست موفق و معید باشید